سلام صحبتی فرستم از این بحثه که جان سالم به در ببرم که برکوها تونستم در واقع تناسایی بجویم یا در بسمتهای کناری این سرزمین قرار داشتم مثل مثلا تبرستان که 200 سال طول کشید تا بدم قاضی دیر بیفته و قسمتهای بالای ایران باورهای تیمورلیون تا اون حدود طول کشید تا سادی بتونه برسه، ولی بالاخره اینها به اینجا هم رسیدن و همه جای این سرزمین رو اشغال کردن. ولی باز در کوههای ایران لابلای جاهایی که صبر بزرگ بود برای سازی سخت نداشت براشون، بعدی از واقع ملت ایران تونه یک بقایی برای خودش حفظ بکنه. این سرزمین بس سرزمین دلاوری و سرزمین خرد و دانایی هست، ولی خوشبختانه اینا چیزی باقی نداشتن. آنچه که ما به عنوان اثر تاریخی و ریشه فرهنگی داشتیم اینا به آب و آتش بردن، و آنچه دلاور داشتیم سر بریدن و تکه پاره کردن، و آنچه زن و دختر داشتیم مورد تجاوز قرار دادن. نمون تخم سالمی توی این سرزمین. آنچه که امروز شما میبینید به عنوان ایرانی مخلوطی هست از نژاد قاضی، نژاد تاتار، نژاد مغول، نژاد ترکان داوران تیمورجیگون که بعدن افشار و بعدن افشار خدمت هموطنان گرامی قاجار، و آنچه که به عنوان یک ایرانی سربلند با دید و برون میشیم باهاش، و مانند این دانه الماس رخشش داره، باور کنید که جایی بیشتر که یعنی شما این صحت گفته من رو میتونید که یک خانواده در واقع مشخص کنید. از یه خانواده ای که 5-6 فرزند هست و پدر و مادر، هر یک از اینا یده دیگری رو گرفته، پدر دارای ژن قدرتمند مغول یده مادر ژن قدرتمند تاتار رو گرفته، مادر با ژن قدرتمند تاتار یده پدر با ژن قدرتمند افشار رو گرفته. یعنی همه در مقابله هم ایستادن، همه سخت کشیدن، و کسی در واقع آگاه به این مطلب نیست که علت این که این ملت نمیتونه در واقع کنار هم جمع بشه و علت این که نمیتونه به یک توافق برسه اینه که همه به گونه ژنتیک در واقع متفاوت هستن. و چنانچه این ملت رو بتونیم از یک در واقع آگاهی تاریخی در واقع تاریخی که از اون گذشته حضور بدیم، تمامی کسانی که در این سرزمین زندگی میکنن میتونن خصوصیات ایرانی دلاور و خردمند رو داشته باشن، در صورتی که از یک تربیت در واقع ژنتیک و یک تربیت تاریخی و دانش مورد نیاز عبور داده بشن. ملت ایران نیاز به این رو نداره که نمایندگی بکنه اقوامی رو که به این سرزمین تبعه کرد و تکه پاره کرد. ملت ایران میتونه قانونمندی و رابطه درست این سرزمین که بستگی به مرده آنها و دشتها زاویه خرشی قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی خاص، این خصوصیات رو به این سرزمین
بطن علت میده میتونن با آگاهی در صورتی که این خصوصیات و این تاریخ به ضمیر آگاه این ملت منتقل بشه دوباره تبدیل به ملتی دلاور و یک پارچه و قدرتمند بشه که بتونه دوباره سربلند کنه و از تسلیم در مقابل عوامل بیگانه در واقع سرباز بدن. آنچه که ما امروز در خارج از میهن به عنوان ایرانی میبینیم در واقع ژنتیک هر کس این رو نمایندگی میکنه. علت این پراکندگی در خارج از میهن هم همینه. من امروز به یک برنامه بانوی گوش میکردم که از راه رسیدن البته خودشون برادرشون جمهوری اسلامی اعلام کرده بود و بسیار خوب عصبانی بودن. من متوجه این مسئله هستم، ولی ما باید به این مسئله اساسی توجه بکنیم که ملت ایران مقصر نیست. من همیشه احترام والایی برای این ملت دارم، برای اینکه این ملت بخوان گیر این موکه به یک دلاور و خیر از من تبدیل بشه دارم، ولی علت اساسی اینه که قرباری روی این رنهایی که میتونن دوباره این دلاوران رو بیدار کنن و دوباره میتونن این خرد دلاوری رو بیدار کنن گرفته. من به خودم اجازه نمیدم که به ملت ایران توهین کنم، برای اینکه این ملت کاری را انجام نمیدم، برای اینکه متحد نمیشم، برای اینکه نمیدونم برای آزادی سرزمینشون مبارزه نمیکنم، برای اینکه سرزمینشون رو نمیشناسم، برای اینکه قلبشون برای سرزمینشون نمیتپه، برای اینکه مثلا زندانی سیاسی که در ایران هست توجهی بهش ندارن و میرن مثلا لاسوگاس و مینشینن کمک میکنن یا میلیونها دلار یک شب خرج یک کنسرت میشه. سخن بر سر این مسائل نیست، سخن بر سر این هست که اینها خبر ندارن. ژنتیک ممکنه که مسائل رو بشنوند، بله در ایران زندانی سیاسی هست، ولی مشکل سر اینه که در طی تاریخ دردناک این سرزمین زمانی که شمشیر بیگانه یک لحظه این ملت رو رها نکرد، یعنی در 1400 سال گذشته حتی در زمان پادشاهی دو دلاور خردمند ایران زمین که من بعد از پادشاهی ساسانی چشم من به رضا شاه بزرگ روشن و به فرزند دلاور و خردمندش محمد رضا شاه روشن هست، در زمان اینها هم ملت ایران گردنش از زیر شمشیر بیگانه در نیامد، زیرا که این دو پادشاه دلاور و قدرتمند ایرانی و توانای ایرانی و خردمند ایرانی زمان امور رو به آن گونه که باید در دست نداشتند، زیرا که نه ملتی داشتند و نه ابزاری برای گرفتن این زمان امور بدن و نه حمایتی از طرف مردم در جهان. زمانی که کشور ساسانی روز حجوم به دیوانه و حجوم به حاوی در واقع غارت کرد و کشتار کرد برای سقوط جهان کمک کرد به انقلاب ملت ایران، دولت روم و دیگر قدرت‌های منطقه ناظر به انقلاب این سرزمین بودند توسط وحشی‌ترین و عقب مانده ترین در واقع احزاب بیابانی که از ماورای
اندیشه و ماورای روابط اجتماعی و قراردادهای اجتماعی بیومدن و ملتی رو تکه‌پاره کردن و جهان ایستاد و تماشا کرد و این اتفاق در زمان انقلاب بزرگ هم افتاد و این اتفاق برای محمد رضا شاه هم افتاد. یعنی ایران دوباره به زیر شمشیر بازی افتاد ولی جهان ایستاد و در برابری جهان ایستاد.